خب میگم با توجه به دغدغه‌ای که داشتن که جنگ با لبنان رو برن، ایشون چون رشتهشون مهندسی شیمی بود یعنی ربط پیدا میکرد، ایشون وارد نیرو قدس شدن و تو اون بخش در واقع دفاعیشون حدود چند ماهی بودن. تونستن با توجه به علمی که داشتن و با توجه به اینکه نیاز به حوزه مقاومت این بود که از در واقع مواد ابتدایی و دم دست یک در واقع موشک ساخته بشه، خیلی جالب بود که ایشون با کمک شکر، روغن و مواد دم دست یک موشکی رو طراحی کرده بودن که توی دانشگاهشون تو خوابگاهشون امتحان کرده بودن. ولی خب اون زمان ایشون با توجه به اون بینش و بصیرتی که داشتن حوزه سایتنتنز و غنی‌سازی در واقع هسته ای رو انتخاب میکنن. در واقع یکی از اون چند نفر اصلیه در واقع اون تیم رسیدن به غنی‌سازی هسته ای بودن. می‌خوایم که اولین مهمان برنامه امشب رو حضور شما هموطنان عزیز معرفی بکنیم. خب عزیزی که افتخار دادن برای اولین بار در یک گفتگوی تلویزیونی حاضر شدن بعد از چند سالی که از شهادت همسرشون میگذره، سرکار خانم بلوری کاشانی، همسر شهید مصطفی احمدی روشن. خانم بلوری خوش آمدید. با یاد و نام امام راحل و با سلام خدمت مقام عظمای ولایت موشکش این ور اون ور و با سلام خدمت شما المیرا جون که خب با انواع و اقسام موشک ها توی جمهوری اسلامی آشنایی زیادی دارین و خلاصه این که از هر انگشتتونم که ماشاءالله یه دونه موشک میباره. باید خدمت شما عرض بکنم که البته این اولین بار نیست که گفتگوی تلویزیونی یا مثلا مصاحبه رادیو یا این داستانا رو دارم، نه که خلاصه بعد از اینکه مصطفی آب روغن قاطی کرد و اینا، نون ما هم افتاد تو روغن و خلاصه معروف شدیم و خلاصه شدیم مرغ عزا و عروسی. الان هم هر غلطی که جمهوری اسلامی یا این آخوندا یا خود مقام عظما میکنه ماها رو میارن که بگیم شوورامون که خب الان آسمانی شدن همین نظر مقام عظما و اینا رو داشتن. الان داستان حماس باس بگیم که مصطفی مون هم که آسمانی شدم خیلی حماس و دوست داشت و اصلا کلن حماسه بود واسه خودش. یه روز صحبت یمنه، باس بگیم که اصلا مصطفی خودش یمنی بوده از طرف خانواده پدری، میدونی؟ یه روز صحبت حزب الله و ایناست، باس بگیم که اصلا مصطفی با جناق حسن نصرالله بوده، میدونی المیرا جون؟ یه روز صحبت قاسم سلیمانی، هم قاسم کتلتو دارم میگم، باس بگیم که اصلا مصطفی خیلی کتلت دوست داشت، حالا اصلا دوست نداشت ولی خب ما باس بگیم. یه روز صحبت گرونی میشه، باس بیان بگیم که مصطفی عاشق گرونی بود، میدونی اصلا از ارزونی متنفر بود. یه روز صحبت اختشاشات، باز بیایم اینجا بگیم که مصطفی همیشه میگفتش که نه اینوری نه اونوری ریدم تو بیت رهبری. ببخشید بریم به بیت رهبری. خلاصه مرغ عزا و عروسی شدیم ما. از شهید مصطفی احمدی روشن شاید که خیلی از بینندگان صرفا میشناسن که یک دانشمند هسته‌ای بوده که ترور شده و به شهادت رسیده. موافق یکم از فعالیت و اقداماتی که احیانا شاید حتی در حوزه های دیگر هم انجام میدادن صحبت بکنیم؟ خب بله، همه همین فکر رو میکنن که شما گفتین که ایشون فقط یه دانشمند هسته‌ای بوده، دیگه خبر ندارن که چه جونوری بوده، چه خونی به دل من کرده این ذلیل مرده. کلن از وقتی که من ایشون رو شناختم عشق موشک بود، همه چیز رو موشک میدید، میدونی؟ نمیدونم چی کارش کرده بودن، عاشق هوا کردن موشکش بود. آقا مصطفی کلن سندروم موشک بیقرار داشت. خب حالا من اینو پیش شما دارم میگم، المیرا جون جای دیگه نگفتم، اولین باره که دارم میگم. خلاصه شب با موشکش میخوابید، صبح بلند میشد میگفت باس برم لبنان موشک بزنم. ولی المیرا جون ذلیل مرده مگه میرفت حالا؟ هی میگفتم خب برو، نمیرفت. این همین بسیجی های گندگوز غزه نرو، یهو در می اومد میگفت ما باز فناوری و تکنولوژی مقام عظما رو ارتقا بدیم. میگفتم وا مصطفی جون حالا چی شده؟ موشکت یاد مقام عظما افتاده؟ ایشون که خیلی سال موشکشون از کار افتاده و خلاصه فقط پای منقل که ایشون میتونن برن فضا. میگفت نه، مقام عظما خودشون نخبن و اصلا ایشون میتونن با یه دست طهارت بگیرن، هنوز هیچ انسانی به این حد از نبوغ نرسید. حالا منم همینطور چارچشمی. خلاصه ما هر روز یه بساطی داشتیم المیرا جون، میدونی؟ اصلا طوری که موقع تشییع جنازش زیر تابوتش از خوشحالی داد میزدم لا اله ایوالا لا اله ایوال، از بس که خون به دلم کرده بود مرتی که تروریست. حالا پیش تو دارم میگم المیرا جون، جای دیگه نگفتم. خانم بلوری شما به عنوان همسر یک دانشمند شهید بفرمایین که نقش بانوان رو
ما همسران شهدای مدافع حرم رو داریم در کشورمون که همشون برای ما گرانقدر هستن. به طور کلی بانوان چقدر در پیروزی ها و پایداری ها نقش داشتند؟ والا خب عرض کنم خدمتت المیرا جون که نقش بانوان در نظام جمهوری اسلامی که خودتون میدونید در همون حد شعله زرد و رخ شستن و ظرف شستن و ایناست. خود مقام عظما هم که گفتن فقط فرزند آوری، یعنی هیچ چیز بیشتری هم نه. یه سری هم که خب راه افتادن تو این خیابونا مثل سگ پاچه مردمو میگیرن که نمیدونم چی بهشون میگن جدید. آها حجاببان بهشون میگن که خب آخر عاقبتشون مشخص دیگه. آخرت نقش بانوان در نظام جمهوری اسلامی همه قابلمه برگردونا هستن که دیگه اصلا ترکوندن با تهدیکاشون. اما خب پیش خودمون بمونم، الان تو این وقایع اخیر یه سری بانوان و دخترها هم هستن که خب خود مقام عظما مثل سگ ازشون میترسه. میدونی المیرا جون، نمیدونم دنبال آزادی و حجاب اختیاری و اینان که خب از 100 تا موشک و بمب و حمله خارجی برای جمهوری اسلامی و برای مقام عظما و آخوند ماخونده و سگ و سیله هاشون بدترن. اصلا پروستات مقام عظما دوباره عود کرده. شده بود که حالا در مورد مسئله فلسطین یا جبهه مقاومت یا به هر حال تحلیل های از این دست صحبتی بکنیم با شهید احمدی روشن، مثلا در منزل حالا یک گپ و گفتی شکل بگیره بین شما، از نظرات ایشون آگاه شده باشین؟ والا المیرا جون اتفاقا همیشه میگفت که من باید برم موشکمو ببرم لبنان و حزب الله و یمن و همون جبهه مقاومت و اینا. من ساده آدمم باور میکردم، الان که گند زن دوم حاج قاسم در اومده با تازه دارم میفهمم که این چرا اینقدر اصرار داشت بره لبنان موشک بزنه. نمیدونم والا، خلاصه الگوش همین قاسم کتلت سلیمانی بوده دیگه، میدونی المیرا جون. حالا اون موقع باز بهتر بود، میدونی مسئولین نظام میرفتن لبنان و یمن و عراق و اینا موشکاشونو میزدن و برمیگشتن. الان که دیگه همینجا کنار گوش خودمون به باجن آقاشون موشک میزنن خاک بر سر، میدونی. حالا خیلی هم به مقام عظما مصطفی ما علاقه داشت، میگفت که یه دفعه که ایشون رو دیده خود مقام عظما ایشون رو صدا کرده گفته بیا اینجا باید کار دارم، گفته شما در امر موشکی و غنی‌سازی برید جلو، من مثل کوه پشتتونم. میدونی المیرا جون، بعد از اینکه خلاصه مصطفی آسمانی شد و آب روغن قاطی کرد و اینا، یه بار از مقام عظما پرسیدم مگه شما نگفته بودین که مثل کوه پشتشون هستین، پس چرا هیچ غلطی نکردین خب موقع ها؟ که گفت دخترم کوه که تکون نمیخوره، تا حالا اینقدر قانع نشده بودم به خود تو زندگی. میدونی یعنی میرا جون والا. زنده باشید خانم. شده بود که صحبتهایی بکنیم مثلا از دغدغه‌شون در مورد تکنولوژی روز دنیا، چقدر کشور ما باید بومی سازی داشته باشه، چقدر دست پیدا بکنه، بتونه حتی اینها رو انتقال بده به دنیا، پیشتاز باشه در پیشرفت‌های علمی که به دست میاره. بله خب خیلی به این مسئله علاقه مند بودن، میدونی المیرا جون خیلی. مثلا با شکر و روغن موشک میساختن، اصلا چشات چهار تا میشد، نه که خود موشک وا، نه سوخت موشکشون رو با شکر و روغن تامین میکردن. بعد حالا من هر دفعه بهش میرسیدم میگفتم خب مصطفی جون موشکت با این همه ابهت صدا نداره که، هیچی فرداش میرفت لوبیا میخورد قرت قرت مسئله صداش هم حل میکرد. میدونی چه چیزی دارم میگم المیرا جون؟ یعنی اینقدر نبوغ داشت این ذلیل مرده تو این امر موشک. خوب شد زودتر ریغ رحمت رو سر کشید و میگن آسمانی شد که آسمانی شد، وگرنه هرچی بنچنجات و هرچی ادویه جات و هرچی خشکبار و مواد غذایی تو خونه بود و خرج همین اسکل بازیاش و موشک بازیاش میکرد. البته دشمنم باید بدونه ها، دشمن باید بدونه و فکر نکنه که با آسمانی کردن مصطفی خیلی کار خارق الماده و شاقی انجام داده و نه خیر. خب شکر و روغنشو که خودشون تامین کرده بودن، حالا اونها یه خودم آرد زدن بهش، حلواشو درست کردن، ما هم که تیار کردیم بریم در همساده. خیلی ممنونم از حضورتون. اگر صحبت پایانی دارید، نکته باقی مونده بفرمایید، خواهش میکنم. والا المیرا جون نمیدونم چی بگم حالا، والا در رابطه با این ابهت موشکشون اگه جان نگم بعد. خب من دیگه حرفی ندارم، خیلی ممنون. دیگه بنا کلیم اختشاشات پشمت هوا تونو داره